خلاصه دیدارهای مهم فوتبال اروپا. سلام و وقت بخیر. دیشب در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی‌های مهم انجام شد که از تک تک آن بازی‌ها گزارش مختصر آماده کردیم. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. لیورپول با برتری برابر شفیلد یونایتد به صدرنشینی قاطعانه‌اش در لیگ برتر انگلیس ادامه داد. هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با جدال در ورزشگاه برامال بین شفیلد یونایتد که این فصل به لیگ برتر رسیده و لیورپول صدرنشین رقابت‌ها شروع شد که این بازی را هم شاگردان کلوب بردند. با وجود برتری در این دیدار لیورپول با کمک هندرسون دروازه‌بان حریف نیاز داشت 3 امتیاز را بگیرد. تنها گل آنها توسط واینالدوم با اشتباه دروازه‌بان حریف در دقیقه 70 به ثمر رسید. با این برد لیورپول 21 امتیازی شد و صدرنشین است. شفیلد هم با 8 امتیاز در رده دهم قرار دارد. یوونتوس با درخشش رونالدو 2-0 اسپال را شکست داد. هفته ششم سری آ ایتالیا با دیدار در تورین شروع شد که در این بازی یوونتوس موفق شد 2-0 از صد اسپال بگذرد. پیانیش گل نخست را در دقیقه 45 زد و تیر خلاص هم توسط رونالدو در دقیقه 78 زده شد. بایر مونیخ شانس آورد در زمین پادربورن برد را به تساوی تبدیل نکرد تا صدرنشین شود. هفته ششم بوندسلیگای آلمان با برگزاری چند بازی ادامه پیدا کرد که در مهمترین آنها بایر مونیخ در زمین پادربورن 3-2 پیروز شد. در حالی که بایرن با گل‌های نبری و کوتینیو در دقایق 15 و 55 از میزبانش پیش افتاده بود، پروگر دقیقه 68 اختلاف را کمتر کرد. گلی که لواندوفسکی دقیقه 79 زد کم خیال بایرنی‌ها را راحت‌تر کرد. چرا که کالینیز دقیقه 84 گل دیگر برای پادربورن زد و اگر گل سوم بایر نمی بود شاگردان کوواچ امتیازهای کامل را از دست می‌دادند. با برتری در این دیدار بایر مونیخ 14 امتیازی شد و به صدر جدول رفت. بارسلونا با برتری 2-0 برابر خطافه تلسم پیروز نشدن بیرون از نیوکمپ را شکست. بارسلونا در دیدار از هفته هفتم لالیگا اسپانیا به مساف خطافه رفت و در پایان 2-0 پیروز شد. دقیقه 41 پاس ترشتگن در موقعیت تک به تک به سوارز رسید و مهاجم اوروگوئه گل نخست را زد. دقیقه 50 هم گل دوم کاتالان ها را فیرپو به ثمر رساند. این نخستین برد خارج از خانه بارسلونا در فصل جاری بود که باعث شد 13 امتیازی شوند. چلسی برای نخستین مرتبه در فصل جدید در استنفورد بریج تحت هدایت لمپارد پیروز شد. در ادامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر انگلیس عصر دیروز 6 بازی برگزار شد که در مهمترین آنها چلسی با نتیجه 2-0 مهمانش برایتون را از پیش رو برداشت. جورجینیو در دقیقه 50 از روی نقطه پنالتی و ویلیان در دقیقه 76 برای آبی پوشان غرب لندن گلزنی کردند. چلسی با این برد 11 امتیازی شد. پاری سن ژرمن در سومین هفته متوالی با گلزنی نیمار به 3 امتیاز بازی دست یافت. در ادامه هفته هشتم لیگ فرانسه پاری سن ژرمن صدرنشین به مساف بوردو رفت و باز هم با یک گل پیروز شد. نیمار بعد از بازگشت به ترکیب پاری سن ژرمن با احتساب این بازی برای سومین دیدار متوالی موفق به نواختن گل 3 امتیازی بازی شده است. ستاره برازیلی در بندر بوردو در دقیقه 70 دروازه میزبانش را گشود. با این پیروزی پاریسی ها با 18 امتیاز در صدر قرار گرفتند. منچستر سیتی موفق شد در دیدار مقابل اورتون در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس به پیروزی برسد. در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی در گودیسون پارک مهمان اورتون بود و به پیروزی 3-1 رسید. در این بازی گابریل جسوس در دقیقه 24، محرز در دقیقه 71 و استرلینگ در دقیقه 84 موفق به گلزنی شدند و تا گل اورتون توسط کالیورد لووین در دقیقه 33 زده شد. منچستر سیتی با این پیروزی 16 امتیازی شد و در رده دوم قرار دارد. دربی شهر مادرید بین ریال و اتلتیکو با تساوی خاتمه یافت تا صدای گل از دربی مادرید شنیده نشود. در حساس ترین دیدار هفته هفتم لالیگا در ورزشگاه متروپولیتانو اتلتیکو مادرید میزبان ریال مادرید بود که در نهایت این بازی محتاطانه بدون اینکه برنده ای داشته باشد به پایان رسید. اتلتیکو و ریال این فصل فراز و نشیب زیاد داشتند و میدانستند برای جا نماندن از کورس قهرمانی نباید این بازی را ببازند و همین امر باعث شده بود شطرنج سیمونه و زیدان محتاطانه و کم خطر باشد. در واقع هیچ تیم در این دیدار برای طولانی مدت سوار بر بازی نبود و گل هم به ثمر نرسید. این تساوی باعث شد ریال مادرید با 15 امتیاز صدرنشین بماند و اتلتیکو هم با همان 14 امتیازی که داشت در رده سوم قرار دارد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.